درود، من بهزاد هستم. در این مکان مقدس برای هنرمندان و خوانندگان، اینجا استودیوهای موسیقی میداویل بی بی سی هستش، جایی که بزرگان موسیقی غرب اجرا داشتن زنده. ولی در این استودیو ما ملاقاتی داریم با سوگند که اگه تمام اتفاقاتی که برای یک زن ممکنه بیفته چکیده کنی، در وجود او خلاصه خواهد شد و در این گفتگو بیان خواهد شد. نظر بیافتن نمیل به چیزی دارم، نه به دلگرمی، همش تو فکرت منو تلس کردی، همیشه خواسته ها تو دادی به من ترجیح، حرفایی زدی که همش دلم لرزی، دیگه اشتما نمی کنه ازم دردی، فقط به من بگو چه تو ولم کردی، چه تو منو ولم کردی. نمیل به چیزی دارم، نه به دلگرمی، همش تو فکرت منو تلس کردی، همیشه خواسته ها تو دادی به من ترجیح. سونیا خوشحال میبینمت. مرسی. یه این برات هم قهوه گرفتم. از خواب بیدار شدی؟ دیشب تو تمرین داشتی. آره، تا تقریبا 12 تا پاسی از شب. جدی؟ بله. خب دیگه بچه ها اینقدر همه سر کار و زندگی هم. آره. تمام برنامه ها میفته تا لنگ زور باید بخوابن. بله. خوش آمدید به لندن. تو محل زندگیت البته آلمان هستش. بله، درست. آره. تو یک مدت طولانی برای ما، البته برای خودش کوتاه بوده، ولی هیچ خبری ازت نشد. من تو اونجا یادمه تو نباید میگفتیم که رفتی ایران، درسته؟ و الان دیگه میتونیم بگیم. الان میتونیم بگیم. داستان سوگنده که خواننده یه هنرمندی از ایرانی آلمان که من از اوایل کار تو رو دنبال کردم. یادم زمانی که تو گروه انتقام بودی که تو آوازخون بودی و نه جفتمون رپ میکردیم، من و فریناز. آه تو فریناز. جفتمون رپ میکردیم، مثلا کورسای آهنگ من میخوندم. آره، بنکه تو صدات خیلی برای خوندن عالیه. آره، ولی اون موقع که شروع کردیم با رپ بودیم. آره، توی سنایی بودیم که مثلا خیلی دیگه علاقه به رپ داشتیم. آره، ولی سنه آخره نوجوانی بود، اول جوانی بود. 17 سالم بود. آره، خیلی هم خیلی تخس بودین شما. حرفا اینجوری میزدیم. آره. خدا این دوتا چی هن؟ مثلا تو کلا میذاشتی یه جین قیافت معلوم نمیشد. آره، چون ما زمانم ایران میرفتیم دیگه، هم من هم فریناز خیلی سفر به ایران میکردم و میترسیدیم به هر حال از خوندن. و هیچ ویدیوی از اون زمان هست؟ ویدیو هست، آره، یه دونه توی یوتیوب هستش که زمانی بود که من و فریناز دعوت شده بودیم به نیویورک. اون زمان من تو رادیو آهنگای شما رو پخش میکردم و هیچ وقت نمیشناختم. بله، یادم. پس روی صحنه اینا رو میخوندی ها؟ دختره شر بودن. آره، من میگم تو دختره شر میخوندم، تلخ طلوق هم زیادتر از تو. کفت نفس از قصد هست که بلونی تو تر و نیستی تو ببین، این درد من تنها نیستی تو بشین و نگاهی بنداز به زمین و من غریب و اسیر و بپذیر. ای خدا دستم بگیر و آزاد کن از این زندون کبیر. و آره مشکلات زده درد به سرم، کاش میشد همه چیا به زبون بیارم، یکی از یاد ببرم، دلم میخوا بگه بگه که بره بره به جایی که کسی نباشه آرونم مثل دل. سوگن، خب برمیگردیم به داستان هنری غیره، ولی تو رفت چرا فکر کردی بری ایران؟ البته من تو حدی میدونم چرا فکر کردی بری ایران. بری ایران و کاراتو توی ایران ضبط کنی، در حالی که ما تمام شرایط تو ایران رو میدونیم که چرا بعد با نگرانی تو توی استودیو بری، چرا مخفیانه کار کنی و اگرم قرار جایی ضبط کنی برای اونها ممکن حتی بد بشه. داستان چی بود؟ چرا ایران؟ البته خب موزیسیانه عالی داریم اونجا. خیلی. چرا ایران که سوال خوبیه. چرا ایران؟ کشورم، مملکتم. بعدم اینی که خب من فکر نمی‌کردم اونقدرام دیگه مثلا معروف شده باشم که اگه بخوام برم ایران مشکلی واسم پیش بیاد. داستان رفتن من به ایران از اینجا شروع شد. کنسرتی داشتم در سال 93، شب چهارشنبه سوری بود که اون کنسرت داخل دبی بودش، با سامیا عرفان برنامه داشتم. دیگه اون روز یه جورایی پاسپورتم هم با خودم آورده بودم که چون تصمیمش رو داشتم برم، ولی 100%ش با خودم نکرده بودم. تا اینکه تموم شد برنامه، روز بعدش من متاسفانه از پروازم جا موندم. جدی؟ بله. یعنی خوش علامت بود؟ علامت بود. نمیدونم بگم علامت یا نه، ولی من به این چیزا واقعا یه سر اعتقاد دارم. بعضی وقتا هم اینجوری 50-50 با خودم فکر میکنم که آره حتما این علامته. پروازمو از دست دادم و رفتم فرودگاه و یکی دوتا کردم، با خودم گفتم که باشه میرم ببینم اگر پروازی برای کیش هست میرم. چون میدونین که کیش به دبی تقریبا
آره 25 دقیقه پرواز هستش. آره. من انقدر نزدیکه این وسوسه خیلی عجیبه. و من شنیده بودم که کیش خیلی جای امتری هستش و یکم آزادتره برای کسموسو. دیگه بلیت بود و بلیتم رو گرفتم و بچه همون طرف همه منتظر بودن و روز کیشم بعدشم خوش گذشت. کیشم یعنی اصلا نمیتونم بهتون بگم اون لحظه که رسید تقریبا مثلا قیافت رو بشناسن چون ویدیوت با عرفان اومده بود بیرون، آهنگ یادته. هم اون اومده بود هم آهنگ آلمانی خونده بودم لبن لبن اونم. آه اونم یادم درسته، تا ویدیوش خیلی جالب بود. جالب بود. آره من یادم اون گفتم چه هیچ چرا آلمانی خونده، گفتم بود خواننده است ما هرچی میخواه میتونه بخونه. Doch sind noch schlechte Reste, bloß früh bis trinken, trinken, salziges Essen, Essen, mit schwarzer Schminke schminken, muss meine Seele befreien und in ein Kleid kleiden, ich muss auf einem Beat meine Reime reimen, ich muss mein Geist befreien, zu Gott Gebete bitten, doch finde keine Ruhe, brauch nicht zu lesen, lesen, ich höre den Menschen nicht zu, die große Reden, reden, ich will nur mein Leben, Leben, Leben. در شرایط این ویدیوها بود که سوگن رفت ایران، جزیره کیش، و درهای جدیدی رفت باز شد برات، در که ما فکر می‌کنیم تو ایران درها نمیتونه باز شه و بسته شه. وای خیلی باز شد، یعنی درهای خیلی عجیب غریبی هم باز شد. آهنگامو ضبط کردم، ویدیوهامو ضبط کردم. یه سال 94 دیگه. دقیقاً. اون ایامی هم که دوران خوش یک سال داخل ایران بود و داشت جلون میدادی به قول معروف، ویدیوی بلیت یک طرفه رو داده بیرون که بسیار کار جالبی از لحاظ موسیقیایی و توانایی تو این زمینه آزمایش کردی و سبک جاز هستش. حتی من نمیدونم جاز خونای سیاپوست بغل میسیسیپی نگاه کنم بگم این چی میخوره، نمیدونم، ولی میدونم برای ماها خیلی جالب بود و من فکر اینو خارج ضبط کردی. تاکی تو ایران ضبط کرده بودی؟ تو ایران. مرسی امکانات. و تو یکی دو بارم اومدی، حتی دبی خوندی برگشتی من ادمه، حتی آلمان هم اومدی یک سر. آره آره میومدم و میرفتم راحت به راحتی، حتی مشکلی نبود، تا اینی که کنسرتامون بسیار نزدیک بود و پخش آلبوممون بود دقیقا سال 94 که گرفتنم. درست قبل از اینکه بگیرنت یک کار دولبه رو میشه گفت ضبط کردی، ویدیوش اومده بود بیرون و اون ویدیویی بود که بر اساس آهنگ قدیمی محلی هستش، دلم. این ویدیو دقیقا فکر کنم سه ماه قبل از اینکه ما رو بگیرن پخش شد در ایران. بله. دلم پیش پر میزنه، به هر دری در میزنه، به هر خونه سر میزنه، دلم پیش پر میزنه، به هر دری در میزنه، به هر خونه سر میزنه، دلم. خب چی شد که گرفتن دیگه اینجا میتونی صحبت حتی خنده نرو بخش من. آره واقعیتش کیش بودم قبل از اینکه بخواد تور کنسرتمون شروع بشه، گفتیم من و آهنگسازم سهیل و دوستم بریم کیش یه استراحتی بکنیم قبل از تور که بعد دیگه سه نفرمون رو با هم چیه تو خیابون گرفتیم میشناختن، یعنی مثلا زیر نظر بودیم؟ زیر نظر بودیم، بله 100% زیر نظر باشم. بودیم من بیمارستان بودم. آها صبحش افتادم قواسی و توی گوشم آب رفته بود و شب پرواز داشتم. آها. و اینکه بعد میرفتم چک کنم که گوشم اوکیشه، یه وقت پرده گوشم پاره نشه. ای بابا. پس اونجا من اونجا دیگه آره یعنی میگم که زیر نظر بودیم از قبل و ما رو گرفتن و یک دو فکر کنم نزدیک یه هفته توی کیش بازداشت بودیم. از کیش ما رو شبونه بردن تهران
و اونجا هم بازداشت بودیم. خلاصه یک ماهی درگیره. جرم چی بود؟ دایر کردن مرکز فساد، تولید و توزیع ویدیوهای مبتذل و رابطه نامشروط. این چیزایی بود که اتهاماتی بود که زده بودن. و زنده رو که واقعا میله داشت و پشتش همسلولی داشت؟ نه، مثلا یه سالن خیلی بزرگ بود. آها، این شکلیه که 500 نفر تو سالن‌های مختلف. جرمم انقدر سنگین بود و وثیقه‌ای که واسه ما بریده بودن انقدر سنگین بود که چون منم افتادم تو بند قتلیا، یعنی انقدر، یعنی جرمی که واسه ما نوشته بودن صرفا سنگین بوده. نمیدونم داخل زندان چه هم میخوای برای ما تصویر کنی، ولی روزا چطوری بود؟ شب عجیب غریب میگذشت ولی جالب میگذشت، چون که وقتی میبردنم، چون چشم بسته میبردنم و اینا، یه ذره اون زمان لحظه خیلی استرسی بود. خیلی. ولی وقتی که برمیگشتم انقدر همه با هم خوب بودن، انقدر اصلا یه چیز عجیب غریب. پس این حس مواظبت همگانی تو سلول بزرگ هست. بچه اونجا زن دنیا میشناختن. یعنی از کارات میشناختن؟ آره میشناختن. اصلا مثلا یارو به خاطر خودش گریه نمیکرد. مثلا منو میخواستم ببرن تو بند از مثلا گریه. گروه های سنی هم مختلف بودن. مختلف. از کوچیک بگیر از دوستی اونجا پیدا کردی؟ ساختی دوستی که؟ دوستی که چرا، با همه کانکت بودیم، همه به هم محبت کردیم، همه به هم انرژی دادیم از همون لحظه‌ای که منو گرفتن. اصلا چه صحنه هایی، مثلا یه جا بود که اولش منو گرفته بودن توی وزرا بودم. همه وزرا تهران میشناسن. مهمونی ها همه بچه ها رو میارن اونجا، 100% همه یه دور اونجا بودن. بعد توی وزرا بودم، یه سری بچه های پایین 18 سال رو آورده بودن، فکر کنم 10-15 نفرشون رو کردن توی سلول. اینا شروع کردن بلند بلند آهنگ های من رو خوندن. موقعی بدم سیخی شد حرفی کنم، ولی نمیدونم بهت بگم. یعنی اون لحظه فقط نشسته بودم گریه میکردم، گفتم وا خدایا، شاید جاده من خیلی نمیدونی که چه دنیای انرژی اون لحظه اومد که گفتم که اصلا مهم نیست من اینجا. من باید میرفتم ایران، من باید کنار آدم هم زندگی میکردم، من باید با اون آدم آشنا میشدم و من باید تو این محیط میبودم و حتی که... زندان میرفتم و حتی زندان میرفتم که یه سوگندی بشم که موزیکم اونقدر تاثیرگذار، یعنی بیشتر تاثیرگذار باشه واسه فرهنگم و جامعه‌ای که دارم واسش میخونم. این آهنگایی هم که تو ایران ضبط کردی و تونستی بیاری و ویدیوش رو حتی ساختی در این مدت تابستونی؟ بله، 100%. خیلی عالیه. ببین چی بوده. یه سری الان آهنگ چی کارت کردم که بیرون اومد. یکی بود که دلم بیشمون همش، یکی مثل الان بعد حالم خیلی ازش، یکی بود که میخواست باشه زندگی. به چی عادت کردم؟ چی کارم کردی تو؟ به چی عادت کردی؟ چی کارت کردم؟ به چی عادت کردم؟ چی کارم کردی تو؟ به چی عادت کردی؟ با سوگند هستیم از خواننده‌های اصل ایرانی. اصل از زمانی که نوجوانی بودی و اولین دخترایی بودین که ما صداشون رو و نگاهشون نسبت به پسر تو آهنگاشون شنیدیم، زمانی که آهنگای زیرزمینی افه بروز کرد و ما هم پخش میکردیم و برامون جالب بود که دخترها اینجوری فهم کنن، دخترها اینجوری میتونن باشن. قبل از اون ما به خواننده پاپ عادت داشتیم دیگه، با اون قیافه‌های مخصوص و همه چی خیلی قشنگ و لوکسه و شما خیلی واقعیت‌ها رو خیلی لخت و شرور رو اون زمان خوب نوجوان بودی اومدی بیرون و برای من این همچین آدمی که هستی برای من جالبه. تو ایران رفتی چیکارا کردی اون زمانی تو ایران بودی که الان اومدی بیرون دیگه پیش ما هستی، الان در لندن داری سوال می‌کنی، تو ایران کجا رفتی چیکارا کردی، چطور بود ایران برات؟ بی‌نظیر واقعا، یعنی لحظه خداحافظی رو نمیتونم بهت بگم که چقدر بهم سخت گذاشت. هنوزم که فکرشو میکنم حالم بد میشه. ولی چطور از زندان اومدی بیرون؟ از زندان اومدم بیرون با قید وثیقه آزاد شدم و 4 سال منتظر بودم که دادگاهی بشم. واسه همین این 4 سال هیچ گونه فعالیت موسیقی نداشتم. تو چطور تونستی راز نگرده این همه سال؟ من دختر قوی هستم. پس تو چطور 3-4 سال خیلی برای دختری مثل تو
دقیقاً 4 سال ایران بودم. آره خیلی واقعا سخت ترین مرحله‌اش این بود که فقط بس سکوت کنی. آره همین فقط و فقط همینش سخت بود، وگرنه بقیه داستانا رو آسمون خدا همه جا یه رنگه، مسئله نیست. ممنون خروج هم بودی تو؟ ممنون خروج فقط همون 6 ماه اولش بودم، بعدش اوکی بودم، ولی میگم مبلغ وثیقه انقدر زیاد بود که نمیتونستم ریسک کنی که خطر ایجاد کنی. بله. دوباره و اومدی بیرون هم هستی و دیگه هم بینیم کنم بتونیم فرق کردی بس خودم شدی. درها خیلی خوش اومدی به این ور دوباره و بدون شک این تأثیری که تو این ایام گرفتی خیلی برای ماها خودخواهی بگم خوبه، چون از توی آدمی ساختی که خیلی تجربه عجیب غریب تو زندگیشی و این از توی هنرمند خیلی خاص میسازه و ساخته. کلی ها رو گفتم کلی، حالا شخصیشو کنم. داستانای پشت پردرم عروده میزنم و تعریفی کنم. نه پول دارم نه زیر خط فرق زندگی میکنم زیر سخت شهر، دستم هم تو جیب خودمه، به خودم رب داره زیاد و کمشم، چون هرچی دارم خودم ساختم. رویاهام و خودم با هرچی دارم و خودم ساختم، رویاهام و خودم بافتم. اگه بردم خودم بردم، اگه باختم خودم باختم. تیکت رفتم و زود بخرم، اومدم واسه تسویه حساب، حالا نایمدم اینجا سود ببرم، دستم پره این دلم، اومدم اینجا حالا گوش بدارم ودشم، با خیال راحت با ملودی و داستان سود بزنم، چون هرچی دارم و خودم ساختم، رویاهام و خودم بافتم. هی هرچی دارم و خودم ساختم، رویاهام خودم بافتم. اگه بردم خودم بردم، اگه باختم خودم باختم. تیک پاره تو روزای تقویم، اخداچا تو روزای قبلیم، رفتم تخت گاست تو اگه جهنم بوده ایستگاه بدیم، الانم دیگه کلن فقط به یه نفر جواب پس میدم، اونم اونیه که فهمید منو فهمید، من فقط با خدا دست میدم، چون هرچی دارم و خودم ساختم، رویاهام و خودم بافتم. اگه بردم خودم بردم، اگه باختم خودم بافتم. حتی 4 سال گذشت و اون زندانی که ما روش اصلا نمیدونستیم تا الان، اون هم سپری شد و اومدی خارج از کشور و یه ویدیو اومد ازت بیرون اخیراً، زمانی که تو همین اروپا بودی با طرف میزدم. آره به نام یادش بخیر. یادش بخیر. اون دیگه ویدیو آخری بود که یادگاری تو ایران گرفتم اومدم. چه ویدیو؟ توی ویدیوه نگاه کن یه تبخال دارم به اندازه اینقدر، چون که دقیقا روزی که خواستم ویدیو رو ضبط کنم یه هفته داشتم تصمیمش رو میگرفتم که ضبط کنم و تلفن بهم رسید که هفته دیگه دادگاهیته. گفتم وای، و من توی ایام اونی که هفته دیگه دادگاهیمه دارم میرم ویدیو خیلی جرأت میخوام واقعا نه چه بگم میگم بیا
بیدار شدم تبخال زدم با چه قیافه، اصلا نمیتونستم بخوابم. دقیقا سه روز قبل از دادگاهم داشتم ویدیو رو ضبط. پس ویدیو تام ضبط کردی؟ خیلی جرأت میخواد. نمیل به چیزی دارم نه به دلگرمی، همش تو فکرت منو تلس کردی، همیشه خواسته ها تو دادی به من ترجیح، حرفایی زدی که همش دلم لرزید، دیگه اشتباه نمیکنه ازم دردی، فقط به من بگو چه تو ولم کردی، چه تو منو ولم کردی. چیزی دارم نه به دلگرمی، همش تو فکرت منو تلس کردی، همیشه خواسته ها تو دادی به من ترجیح، حرفایی زدی که همش دلم لرزید، که اشتباه نمی کنه حرفم دردی، فقط به من بگو چه تو ولم کردی. تو ایران حالا اون 3-4 سال تو کاری که نمیسی بکنی، ولی خب ایران گشتی دیگه نه؟ حسابی چرا دیدی که ما هم ببینیم؟ وای 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 خدایا، یعنی چقدر این مملکت ما زیباست و قشنگ. یعنی واقعا اگه وقت بیشتر داشتم حتما دوست داشتم ایران گردی کنم، چون بسیار این کشور زیباست. ولی هرمز رو رفتم، شهر کرد بودم، کردستان رفتم، خیلی جالب. صحنه تو بازار حتی داری سریع. آره بازار اصفهان که دیگه میدونی، خودم اصفهانی هم اونجا رفتم، اصلا عشق و حال. خود اصفهانی هستی؟ من آره، من اصفهان بودم. همه ایران اصفهانی شد یه زمانی، همه مال خراسان، یه زمانی همه مال تبریز بودن، همه مال اصفهان. من آره خودم اصفهان بودم. پس ما میگه تصاویری که با موبایلت گرفتی دارست. که متأسفانه عمودیه، ولی خب حالا ما میبخشیم لطفا این دفعه دیگه افقی بگی به خاطر ما. اونا رو با یکی از آهنگات نگاه کنیم. اما قصه توی قلبم لونه کرده، ای خدا دلم پر درده، نمیسازه با ما دنیا. خیلی سنگ داره دیگه. خب ایران رفتی، خانواده قدیمی تو تونستی ببینی که ازشون جدا شده بودی سالها، حتی گهگاهی میدیدی تو اسمان خانواده تو میرفتی میومدی. خب ما هم یه زمان وقتی که اومدیم آلمان رفت آمد به ایرانمون هم زیاد بود، زیاد میرفتیم میومدیم. خیلی جالب. و تو اصلا تو خانواده از یک بستر موسیقی اصیل شروع کردی؟ آره، کاشکی فیلمای بچگی ما داشتم اگه بتونم پیدا کنم. اگه بتونی پیدا کنم. یعنی همش بغل پدرم نشسته بودم، بابام میزد من از اون بچگی میخونم واقعا. خیلی. و بسیار با کلمات اشتباه قشنگ یادم، مثلا یه شعرهای همینجوری حفظ میکردم، یه چیزایی واسه خودم میگفتم ولی میخوندم. به نظرم میاد کاملا که موسیقی برای تو حرف اول و خواننده زندگیته، چون به هیچی نه نگفتی توی روشهای خوندن. خیلی گوش و کنار کار زیاد دادی بیرون، الان دیگه از تمام این الگوهای مختلف داره خودتو داره شکل داره میگیره. فکر کنی از موسیقی اصیل ما چه چیزی تو قلبت موند؟ همه چی اصلیه. یعنی من به یک سنی خواهم رسید که واقعا دوست دارم فقط کنسرت های اصیل اجرا کنم. خیلی ممنون که با ما هستی و اجرای دیگه تو ببینیم در صحنه. سپاس سوگن، خیلی کیف کردم. خیلی دستشم بی‌نهایت محکمه، دستم برای کسایی که من اگه برم بیرون خواهم با تو برم که از اون مواظبت کنیم لطفا. سوگن خواسته ها تو دادی به من ترجیح، حرفایی زدی که همه اشتران لحظی، دیگه اشتما
چی باید بگم واسط میمیرم اون و غریبه ها جامعه این قرائت میگیرم معلومه از نگاه هوایی شدی رفیق ولی بس واسه کارم ات نداره جایی سفید یه گوشم پره نگو هرچی ساختم ندارم من یکی دیگه چیزی واسه باختم ندارم من یه قفتشم دادم تو بد بودی بازم اون قبی احساسی کاش خه بودی با من دارم به دلگرمی همش رو فکر تا منو تلس کردی همیشه خواسته ها تو داری به من ترجی حرفایی زدی که همش دلم لرزی چه تو منو دلم کردی چه تو منو دلم کردی چه تو منو دلم کردی فقط به من بگو چه تو دلم کردی چه تو منو دلم کردی تو منو بلم کردی فقط به من بگی چه تو بلم کردی اوه چه تو منو بلم کردی اوه چه تو منو بلم کردی اوه چه تو منو بلم کردی چه تو منو بلم کردی مرسی واقعا دوستتون دارم متشکرم.